سرخط خبرها. با خبر ساختن امریکا و اروپا توسط احمد مسعود از یک فاجعه بزرگ. طالبان یک دکاندار را در بغلان به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی بازداشت کردند. روند سبز، مبلغان پاکستانی در برخی مکاتب کابل تبلیغ مذهبی می کنند. تیرباران نمازگزاران شیعه در هرات، علما خواهان شناسایی و مجازات مانجمان شدند. ماش ماهواره زیر نام پاداش وفاداری، طالبان به همدستان خود در جنگ ها ماهانت تنخواه می دهند. و قومی، داعش خراسان تهدید مشترک برای ایران، افغانستان و منطقه است. سلام دوستان، به مجموعه مهم این کانال خوش آمدید. طالبان یک دکاندار را در بغلان به اتهام همکاری با جبهه مقاومت بازداشت کردند. منابع محلی در بغلان میگویند که طالبان یک دکاندار را به اتهام عضویت در جبهه مقاومت ملی افغانستان در اندراب بازداشت کردند. منابع محلی روز یکشنبه 9 ثور به روزنامه 8 صبح گفتند که این دکاندار شفیق الله نام دارد و باشنده روستای سنگبران ولسوالی دهل سلامی باشد. شفیق الله درست به جمعه 7 ثور از سوی استخبارات طالبان بازداشت شده است. با گفته منابع، این فرد بدون کدام جرم بازداشت شده و تا اکنون از سرنوشتش ادلای در دست نیست. طبق اظهارات منابع، طالبان دو فرد دیگر را نیز یک جا با شفیق الله بازداشت کرده، اما آنان دوباره آزاد شدند. منابع نزدیک به خانواده شفیق الله می گویند که او فرد ملکی بود و با هیچ گروه یا جبهه ارتباط نداشت. روند سبز، مبلغان پاکستانی در برخی مکاتب کابل تبلیغ مذهبی می کنند. روند سبز به رهبری امرالله صالح روز دوشنبه ویدئویی از مبلغ پاکستانی را منتشر کرد که به گفته این سازمان در مکتب در کابل تبلیغ دینی می کند. در این ویدئو فرد به زبان اردو درباره مسائل مذهبی صحبت می کند و یک نفر دیگر آن را به پشتو ترجمه می کند. روند سبز می گوید که این ویدئو مربوط به لیسه عالی حضرت ابراهیم خلیل الله است و این مبلغ برای مدیران و استادان این مکتب تبلیغ می کند. روند سبز در شبکه اکس مدعی شد که اکثر این مبلغان اعضای لشکر طیبه‌اند، گروه افراطی ضد شیعهان و هندوستان است که برخی کشورها آن را به عنوان یک گروه افراطی تروریستی میشناسند. روند سبز نوشت که مبلغان پاکستانی به زبان اردو مباحث دینی را به معلمان و مدیران ارائه می کنند و از سوی ترجمان افغان به پشتو یا فارسی ترجمه می شود. امرالله صالح معاون حکومت پیشین در شبکه اکس نوشت که روابط میان طالبان و لشکر طیبه قوی و عمیق است و اعضای این لشکر با مسنونیت در کابل رفت آمد می کنند. با خبر کردن امریکا و اروپا توسط احمد مسعود از یک فاجعه بزرگ. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان گفته که تروریسم در خلا ناشی از خروج امریکا از کشور در حال رشد است و این امکان وجود دارد که افرادگرایان تلاش کنند به ایالات متحده یا اروپا ضربه بزنند. گفتگوی مسعود با روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا روز دوشنبه 10 ثور نشر شده است. او در این گفتگو افزوده است حمله به خاک امریکا یا اروپا در حال حاضر بسیار متحمل است. موضوع اگر نیست، مسئله زمان است. و گفته ای وی، همان رقابت خشمگینی که در ماجرای 11 سپتامبر مشاهده شد، اکنون نیز میان گروه های تروریستی وجود دارد. او افزوده است که مردم افغانستان احساس ناامیدی و رها شده می کنند و آنها در برابر رژیم وحشی که به طور سیستماتیک حقوق اولیه را سلب می کند رها شدند. در همین حال، مسعود اضافه کرده است، مردم افغانستان اکنون غرب را منافق می بینند. طبق اظهارات وی، نیروهای خارجی که سالها در مورد نیاز به دموکراسی تبلیغ می کردن، مردم را به دست رژیم سپردن که مانع رفتن دختران به مکتب شدن. او گفته که مقاومت دارای مهمات است و سربازان پیشتر از جمله کماندوهای نیروهای ویژه افغان را که در کنار نیروهای غربی می جنگیدن استخدام می کند. به گفته مسعود، مقاومت تقریبا به تنهایی در حال مبارزه است و اکنون نیروهای غربی به کشوری که توسط جنگ ویران شده پیش کردند. او معتقد است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا باید در سیاست خود در قبال افغانستان تجدید نظر کند. در غیر این صورت ممکن است عواقب بزرگ در پی داشته باشد.
پیش از این نیز احمد مسعود بدون اینکه از فرد یا گروهی نام ببرد گفته بود که تا این نزدیک به 3 سال گذشته شمار از افراد در داخل و خارج از کشور با نادیده گرفتن درد و رنج مردم به ویژه زنان در افغانستان برای حمایت از طالبان لابی‌گری می‌کردند. رهبر جبهه مقاومت تاکید کرد که طالبان تمام دروازه های صلح و گفتگو را از یک مرجای مشروع و سیاسی را بسته کردند. تیرباران نمازگزاران شیعه در هرات، علما خواهان شناسایی و مجازات مجرمان شدند. به دنبال تیراندازی نمازگزاران شیعه در هرات که به مرگ دست کم 5 نفر از جمله امام مسجد و شمار زن و کودک شد، علمای شیعه در هرات از طالبان خواستند تا عاملان این جنایت را شناسایی و مجازات کنند. عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخلی طالبان گفته است که یک فرد مسلح حوالی ساعت 9 شب گذشته با کلنشینکوف و سمت نمازگزاران تیراندازی کرده که در نتیجه 6 نفر کشته شدند و یک نفر زخم برداشته است. مسئولیت این حمله را تا اکنون هیچ گروهی بر عهده نگرفته است. در همین حال شورای علمای شیعه هرات این حمله را محکوم کرده و گفته بار دیگر عوامل جنایت پیشه و مستور اجانب یا با اقدام تروریستی در مسجد امام زمان واقع در شهرک اندیشی ولسوالی گذری هرات عده‌ای از نمازگزاران مظلوم و بی‌دفاع کشور ما را شهید و مجروح ساختند. ماش ماهواره زیر نام پاداش وفاداری، طالبان به همدستان خود در جنگ ها ماهانه تنخوا می دهند. منابع محلی در قندوز می گویند طالبان به افرادی که در زمان جنگ با نیروهای امنیتی حکومت پیشین برای جنگجویان این گروه مکان و غذا فراهم کرده بودند، ماهانه ماش پرداخت می کنند. منابع روز یک شنبه نوعی سهر گفتند که طالبان لست تمامی این افراد را به مقام هایشان سپردند و برایشان پول زیر نام پاداش وفاداری پرداخت می شود. در همین حال یک منبع دیگر نیز میگوید که طالبان به این افراد وعده سپردند تا آنان را در اولویت کمک‌های بشری سازمان امدادرسانی قرار دهند. گفته می شود که بیشتر این افراد در حومه‌های شهر قندوز و ولسوالی‌های این ولایت بوده باش دارند. با این حال مقدار معاش پرداخت شده به این افراد مشخص نیست. قومی، داعش خراسان تهدید مشترک برای ایران، افغانستان و منطقه است. حسن کاظمی قومی سفیر و نماینده ویژه ایران در کابل بدون اشاره به حمله اخیر بر نمازگزاران شیعه در هرات میگوید که تروریسم و به گونه مشخص شاخه خراسان داعش تهدید مشترک برای ایران، افغانستان و منطقه است. قومی این اظهارات را سه شنبه 11 سال در صفحه اکس خود نوشته است. او افزوده است ما افغانستان را شریک در مبارزه با این تهدید مشترک میدانیم و همکاری در این حوزه از اولویت‌های ما خواهد بود. این در حال است که تا اکنون هیچ گروهی مسئولیت حمله اخیر در هرات را بر عهده نگرفته است. سپاس که تا این دم با ما بودید. تا ویدئوی دیگر، الله یار و مددگار همه‌تان.